همزمان با پایان مهلت یک ماهه پاکستان برای مهاجران غیرقانونی در این کشور، هزاران مهاجر بدون مدرک افغانستانی از سوی پلیس پاکستان بازداشت و به مراکز نگهداری انتقال داده شدند. منابع گفتند که حتی قبل از پایان مهلت تعیین شده نیز پلیس پاکستان با یورش شبانه به خانه‌های مهاجرین هزاران پناهجوی افغانستانی را بازداشت کردند. نهادهای مختلف بین المللی از پاکستان خواستند که در مورد این تصمیم تجدید نظر کند، اما مقام‌های پاکستانی بر اجرایی شدن آن تأکید می‌کنند. سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، دیدبان جهانی حقوق بشر و چندین نهاد جهانی برای چندمین بار از پاکستان خواسته بودند تا اخراج اجباری پناهجویان را متوقف کند. این نهادها تأکید کرده بودند که برگشت اجباری شمار زیادی از کسانی که به دلایل امنیتی به پاکستان رفته بودند، آنان را در معرض خطر جدی قرار خواهند داد. در همین حال، روز چهارشنبه 10 آبان، شماری از سیاستمداران و فعالان حقوق بشر پاکستانی طی نامه‌ای از دادگاه عالی آن کشور خواستند که اخراج دست جمعی مهاجران و پناهجویان افغانستانی را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی اعلام کند و مانع آن شود. دادگاه عالی پاکستان تاکنون در مورد این درخواست واکنش نشان نداده است. پاکستان این تصمیم را در حالی گرفته است که سطح بیکاری و فقر در افغانستان به اوج خود رسیده و نگرانی در مورد نبود زمینه کار برای مهاجرین اخراج شده افزایش یافته است. در این مورد همراه هستیم با محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین. آقای سروری سلام و خوش آمدید. پاکستان با وجود درخواست‌های جهانی بالاخره کوتاه نیامد. اطلاعات شما از وضعیت کنونی مهاجران افغانستانی در پاکستان چگونه است؟ با عرض سلام خدمت شما و بین‌المللیان محترم شبکه خبری شما، با پایان رسیدن ضرب الاجل یک ماهی که دولت پاکستان برای اخراج مهاجرین در نظر گرفته بود، روند اخراج برای مهاجرین متاسفانه به شدت آغاز گردیده و مامورین جمع‌آوری مهاجرین در هر جایی که با مهاجرین افغانستانی مواجه می شود آنان را دستگیر نموده و بازداشت می نمایند و حتی قراره که شنیده می شود وارد منازل مردم می شوند، وارد منازل و حتی محل کار پناهندگان میشوند و آنان را دستگیر میکنند و با خود میبرند. ورود صدها هزار مهاجر در داخل افغانستان چه پیامدهایی در کوتاه مدت و بلند مدت خواهد داشت؟ آنطور که از رسانه ها شنیده میشود قرار است که دولت پاکستان بیش از 1 میلیون مهاجر افغانستانی را دوباره به افغانستان مسترد نماید. مسلم است که برگردانیدن صدها هزار مهاجر در شرایط فعلی با توجه به حکومت نالایق طالبانی منجر به تشدید بحران‌های اقتصادی و انسانی زیاد در افغانستان خواهد شد. چنانچه می‌دانید با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تعداد زیادی از مردم افغانستان که احساس امنیت نمی‌کردند و قبلاً در ارگان‌های دولتی در بخش‌های مختلف کار کرده بودند، اونا شناسا به طرف پاکستان سرازیر شدند و به کشور همسایه ما پناهنده شدند، پناه آوردند. الان هم که حکومت در دست طالبان است، اگر تعداد زیادی از این درشخاص‌هایی که از ترس جانشان فرار کرده بودند رفته بودند در پاکستان، دوباره با مملکت برگردانیده شد، مسلم است که زندگی آنان در مخاطره جدی قرار دارد. و از لحاظ اقتصادی هم شما می دانید که طالبان وقتی به قدرت رسیدن بحران اقتصادی هم سرتاسر جغرافیای افغانستان فرا گرفت و تعداد زیادی از مردم افغانستان رفته بودند در پاکستان تا به یک شکل از اشکال امرار معاش کنند، کار کنند و از این لحاظ هم مردم دچار مشکل فراوان در افغانستان خواهد شدند.
جناب سروری، برای بینندگان ما بفرمایید که برخی گمان زنی ها از توافق پاکستان با طالبان برای جابجایی پشتون های مناطق قبایلی به شمال افغانستان وجود دارد. چقدر این مسائل در روند اخراج مهاجران نقش داره؟ من شخصا فکر میکنم این تنها گمان زنی نیست، بلکه یک واقعیت عینی است. همین مسئله نقل و انتقال پشتون ها از وزیرستان شمالی را در برخی از ولایت افغانستان ما قبلا هم شاهد بودیم، که از جمله در ولایت بدخشان جابجا شدن و مورد اعتراضات مردم در سطح گسترده قرار گرفتن. این یک واقعیت است که باید ما او را بپذیریم، و از آن که بگذره اگر ما مسئله پروژه پشتپر در شمال افغانستان در نظر بگیریم و اگر این پروژه یک وقتی به چی میرسه، مورد استفاده و بهره برداری قرار میرسه و میلیون ها هکتار زمین را در شمال افغانستان زیر پوشش قرار میده، این هم به این معنی است که طالبان برای انتقال پشتون ها از وزیرستان شمالی در سمت شمال افغانستان چی داره نقشه داره. و الان که طرح اخراج مهاجرین از پاکستان به سمت افغانستان مورد عمل قرار گرفته و احتمال از این میره که چیه، نه تنها مهاجرین از پاکستان اخراج میکنند، بلکه یک عده مردم را که پیش از پیش روی از نو برنامه است ریزی شده بود به صورت هدفمند در سمت شمال افغانستان. بسیار متشکرم از شما محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین.